خشم استاد عطا محمد نور بالای امرالله صالح و صلاح الدین ربانی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. دکتر فهیم توخی در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: خشم استاد عطا محمد نور بالای امرالله صالح و صلاح الدین ربانی. اگر وضعیت فعالیت های امرالله صالح این گونه ادامه پیدا کند، با تمام مجاهدین همدست شده و بر علیه وی استاد می شویم. حرکت ها و مانورهای صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان خلاف اصولنامه جمعیت است. در عین حال استاد عطا محمد نور در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: بنبست مذاکرات صلح دوحه میان هیئت نظام جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بر سر توافق در مورد طرح طرز العمل یا راهکار مذاکرات پس از پیش از 2 ماه شکست و این مذاکرات با این کار گامی به پیش نهاد. با شکستن بنبست مذاکرات صلح دوحه و ورود به مرحله جدید از آن، پس از تاری شدن یأس به یافتن راه حل، بحران و جنگ و خونریزی از راه گفتگو، باری دیگر بارقه های امید و تفاؤل برای دست یافتن به صلح پایدار و عادلانه در کشور پدیدار شده است. جمعیت اسلامی افغانستان که با تاکید بر درس گرفتن از حوادث پیش از 4 دهه تاریخ معاصر کشور، به این باور است که جز گفتگو و حل قضایا از راه های مسالمت آمیز و تأمین عدالت و برابری نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. از این پیشرفت ها در مذاکرات صلح دوحه استقبال می کند و توقع دارد که توافقات تازه در باره آجندا و طرز عمل مذاکرات میان طرفین راه را رسیدن به توافق در موضوعات ماهوی و بنیادین هموار کند و ما در پایان این مذاکرات شاهد پایان بحران کنونی و جنگ و خونریزی و آمدن صلح پایدار و عادلانه در کشور باشیم. جمعیت اسلامی افغانستان ضمن تقدیر و تحسین از شایستگی و هوشیاری و استقامت هیئت مذاکره کننده نظام جمهوری اسلامی افغانستان، از آنان می خواهد که با کیاست و صبر و استقامت این راه دشوار را طی کنند و کشور و ملت رنجیده افغانستان را به ساحل امان از فتنه و جنگ و رهایی از بحران کنونی برسانند. و همچنان از گروه طالبان می خواهد که با استفاده از اوضاع پیش آمده تلاش کنند هرچه زودتر از تجدید خشونت دست بکشند و آتش بس را به عنوان پیش زمینه صلح و مقتضای مذاکرات پذیرنده و به این بحران و جنگ خانمانسوز پایان بخشند و زمینه زندگی توأم با آرامش و صلح عادلانه و پایدار را برای فرزندان خود و نسلهای امروز و فردای این سرزمین مهیا سازند. همچنان جمعیت اسلامی افغانستان تاکید می‌ورزد که در اوضاع کنونی بیشتر از پیش نیازمند است تا متحد و هم نظر در این مرحله عمل بکند و از همه احزاب و گروه ها و شخصیت های بارز سیاسی می خواهد که بر پایه مشترکات در یک جبهه وسیع برای آینده شکوهمند افغانستان قرار گیرند و برای این منظور از حکومت نیز می خواهد که بر پایه دموکراسی مشارکت جهت تقویت جبهه نظام جمهوری اسلامی سعی صدر بیشتر نشان بدهد و از تصمیم های تکرمانه بپرهیزد و با این کار زمینه دست یافتن به صلح پایدار و عادلانه و شکوه و عظمت کشور عزیزمان افغانستان فراهم آید. جمعیت اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز می خواهد که از هیچ تلاشی در موفقیت این مذاکرات دریغ نورزند تا افغانستان با صلح و ثبات بتواند در امنیت و ثبات منطقه و جهان با عنوان عضو فعال نقش بازی کند. استر جنرال عطا محمد نور، رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، با شماری از بزرگان و فرماندهان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، مولوی محمد قاسم طارق، حاجی عبدالسلام احمدی فرمانده جهادی از ولایت تخار و فرزانه رحیمی فعال مدنی دیدار نمود. در این دیدارها در رابطه به اوضاع جاری، چالش ها و وضعیت امنیتی بحث صورت گرفت.
این در حالی است که 10 تن از وزرای محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که هفته قبل برنامه های خویش را به نمایندگان مردم در ولسی جرگه توضیح داده بودند، امروز رأی اعتماد نمایندگان مردم را به دست آوردند. برای وزرای محترمی که مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفتند، ضمن عرض شاد باش، آرزوی توفیق خدمت دارم و از نمایندگان با عزت کشور که به هدف تقویت نظام و تحکیم حکومت داری به وزرای محترم رأی اعتماد دادند، صمیمانه سپاسگزارم. آرزو دارم بقیه اعضای محترم کابینه نیز بر حسب مصالح ملی کشور مورد اعتماد نمایندگان محترم مردم قرار گیرند. این در حالی است که عطا محمد نور در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: متاسفانه هر روز مردم این سرزمین با غم و اندوه آغاز و پایان می یابد. صبح امروز در پی اصابت چندین راکت بر نقاط مختلف شهر کابل، باری دیگر آرامش شهروندان کابل برهم خورد و شماری از هموطنان عزیز ما شهید و برخی هم مجروح شده اند. در شهری که هر نقطه آن محلات بازرسی قوای مسلح و نیروهای کشفی و امنیتی دارد و مسئولینی که ادعای برقراری امنیت شهر را بر رخ مردم میکشند، چطور وسیله 24 میله فایر راکت را ندیده اند؟ این واقعا تاسف بار و پرسش برانگیز است. در عین حال این اقدام نشان دهنده درماندگی دشمن در جنگ رویارویی با قوای مسلح ما است. عاملین این رویداد بدون شک دشمنان مردم و سرزمین ما و خون آشام ترین های آن که آتش خونشان فروکش نمی کند. ضمن نکوهش عامل این رویداد برای شهدای عزیز بهشت برین، با خانواده های دردمندشان صبر و شکیبایی و با مجروحان شفای عاجل تمنا دارم. در عین حال امرالله صالح می گوید که پرونده حمله به دانشگاه کابل هفته آینده به دادگاه سپرده می شود. آقای صالح صبح امروز دوشنبه 3 قوز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که او تمام پرونده را بدون هیچ سانسور در خدمت مردم قرار خواهد داد. مهاجمان مسلح در 12 اقرب به دانشگاه کابل حمله کردند. در این حمله دست کم 22 نفر که پیشترشان دانشجو بودند کشته و حدود 40 نفر دیگر زخم برداشته اند. هرچند گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما مقام های ارشد دولت افغانستان طالبان را مسئول این حمله اعلام کردند. طالبان این ادعا را رد کردند. 12 روز پس از این حمله امرالله صالح و ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کردند که طرح اصلی حمله به دانشگاه کابل بازداشت شده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاعات ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب کانال دیلی پرس را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.